بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، امروز بسیار خوشحال هستیم که در مراسم نماز جمعه که آخری جمعه ماه مبارک رمضان مهمانان ویژه داریم. دادستان محترم عمومی و انقلاب و معاونین محترمشون و دیگر همراهانی که ایشون همراهی کردن، نماینده محترم خبرگان رهبری جناب مولانا سلامی و جناب مهندس یار محمدی نماینده مجلس، البته عزیزان وقتی زاهدان باشن برای نماز همیشه حضور پیدا می کنم، ولی به همه عزیزان خوش آمد عرض می کنیم و هفته قوه قضاییه را به خدمت دادستان محترم و سایر همکاران ایشان در دستگاه قضایی استان سیستان و بلوچستان و در مرکز کشور به دستگاه قضایی این هفته را تبریک عرض می کنیم. و این هفته قوه قضاییه بر اساس اون قربانیانی هست که از دستگاه قضاییه مظلومانه شهید شدن و برای این آب و خاک و برای نظام جمهوری اسلامی جان دادن که در رأسشون حضرت آیت الله بهشتی است که واقعا انسان استثنائی بودن و شخصیت بسیار باسواد و توانمند بودن. بنده از صحبتهایی که مهمان گرامی من کردن واقعا متأثر شدم و الحمدلله ما خدا را شکر گذاریم که الحمدلله این دیدگاه امروز در دستگاه قضایی ما هست، دادستان محترم عمومی و انقلاب و مدیریت محترم دادگستری استان و همکارانشان واقعا دلسوزند، واقعا مردمیند، واقعا نگاه و دید بسیار وسیعی دارند و همین که می فرمایم مسائل مردمی حل میشه و حل شدن این مسائل به صورت مردمی در این حد بدون حمایت دادستان محترم و دستگاه قضایی واقعا مؤثر نیست. و این سعی صدر همین عزیزان است و همکاری همین عزیزانی که مسائل مثلا به این صورت حل میشن، از 6 تا قصاص 2 تا اجرا میشه، 4 تا مورد عف و 17 نفر که انتظار قصاص دارن و نجات میگیرن. معلومه که نگاه دستگاه قضایی به اعدام نیست و مگر آنجایی که از لحاظ قانون مجبور باشند و الا تلاش دارند و دیگه شواهد هست، دلائل که من هفته گذشته چند هفته قبل گفتم که 50 نفر که حکمشون اعدام بوده به جرم 30 کیلو مواد مخدر، بالاخره با تلاش همین عزیزان و مدیریت محترم دادگستری استان از اعدامشون متوقف شده است. الحمدلله این دیدگاه دل سوزانه و مردمیه و بسیار خوب هست و من خدمت دادستان محترم عرض بکنم که این دیدگاه جواب خواهد داد، هم در جهت وحدت مردمی که نگاه شما واقعا برای ما هم ثابت شده، برای مردم استان ثابت شده که نگاه مذهبی نیست، شما نگاهایتون قانونیه و نگاهایتون ملی هست و ملی فکر می کنید و بر اساس قانون فکر می کنید و این نگاه جواب دمیده هم در جهت وحدت مردم و هم در جهت امنیت شما فاسخ می گیرید و بهترین نتیجهش امنیت در منطقه و آرامش در منطقه و با هم بودن مردم استانه که
بالاترین استراتژی میتوانه برای جمهوری اسلامی باشه. همی امنیت امروز در اثر همین وحدت هست، همدلی هست، همگرایی، که دشمنان این همه تلاش کردند که ایران به هم بزن امنیتا و همه ابزارشون به کار بردن ولی نتوانسته اینجا را به هم بزنن. و انشاءالله با این دیدگاه با همین رویه در دستگاه های مختلف اجرایی و دستگاه های قوه قضایی و دیگر دستگاه های مربوطه اینجا خدمت می کنند، بهترین فاسخش امنیت هست و بهترین فاسخش وحدت مردمه. و شاید از این دو مقوله هیچی بالاتر در استان در کشور نباشه، خصوصا در این شرایط یا در هر شرایطه. ولذا من شکر گزارم واقعا و خوش آمد عرض میکنم خدمت جناب علی، و ما امیدواریم که همین دست دیگاه و دیدگاه تقویت حاصل بکنه و مسائل بسیار و آسانی بدون دردسر مسائل انشاءالله حل میشن. و یک نقطه که خدمت جناب علی عرض کنم همینه که همین شناسنامه‌ای که من خدماتم واقعا عددشون زیاده و واقعا من خودم میشناسم افرادی را که این منطقه از آبا و اجدادی زندگی کردن، ملک دارن، قبرستانهایشون اینجاست و شناسنامه‌شون بر اساس گزارشه، بر اساس مسائل من خدمات خورده، سوی تفاهم پیدا شده، 10 ساله 15 ساله که من خدمات است و اینا بسیار با مشکلات مواجهن. این خدمت خدمت بزرگ برای مردمه که حضرت علی با همکاری دستگاه اجرایی و دست اندرکاران دیگر همین مسئله را حل بکنید. مسئله من خدمات واقعا اگر کسی شناسنامش جعلیه، کسی شناسنامش نادرست، اصل نداره، هیچ کسی از او حمایت نمی کنه. ولی اونهایی که واقعا ایرانی هستن، ایرانی اصلا، مال این آب و خاک و وطن هم، مشکلشون حل بشه و فریشانیشون نگرانیش برطرف بشه، این برای شما جهاد در رای الله تعالی است و در حد جهاد ثواب داره و این اجر بزرگی است و مردم شما را دعای خیر خواهند کرد و الله تعالی شما را موفق بداره. و دیگر مشکلات ها همین که شما مشورت میکنید و از مردم سوال میکنید و تحقیق میکنید، چون یک سری حب و بغضای در گذشته اینجا بوده، اگر ما بگیم نبوده واقعیت نیست، بوده است، بس بعض مسائل روی همین حب و بغضای محلی و فامیلی و همین مسائل بوده. و انشاءالله شما وقتی بدید خودتون و نگاه خودتون و بررسی خودتون رسیدگی بکنید، ما مطمئنیم که انشاءالله شما حق میابید و الله هم شما را کمک میکنه و رضایت مردم و دعای خیر مردم پشت سر شما خواهد بود. و نقطه دیگر که به هر حال امروز کمی من نماز تاخیر، البته نماز تاخیر نمیشه ولی به وقت مقرر، شاید جمعه اخیر هست، یه چند دقائقه اون کرزیات نیست، من چون وقت خطبه رسیده است و 5 دقیقه هم گذشته، ولی مهمان داشتیم و چند تا مسائل مهم من عرض می کنم. و مسئله دیگر مسئله فلسطینه و امروز روز قدس بود و جا داره که ما تشکر کنیم از مردم عزیز که با دهان روزه در این گرمی، بسیار امروز گرمی شدید بود، خیلی گرمی الان شدیده در استان، گرمی فوق‌العاده توی منطقه آمده که سال گذشته این گرمی نبوده، ولی مردم ماشاءالله آمدن 3-4 کیلومتر با هم راه پیمایی کردیم و اعتراض بر رژیم اشغالگر و رژیم نامشروع، رژیمی که چند دهه یک مملکت اسلامی را و یک کشور اسلامی را تصرف کرده و اشغال کرده، سرزمین های اشغالی فلسطین را، و به هیچ منطقه حاضر نیست که تن بده و حتی حاضر به گفتمان هم نیست و حاضر نیست که بحث کنه و بشینه و مذاکره بکنه و حاضر نیست تن بده به کسانی که به عنوان منجیگر بیاین در وسط حل بکنن مسیر این رژیم. افراطگرایانه اینها افراطی هستند و اینها تندروان و متاسفانه بنای صهیونیست بر افراطگرایی و تندروی هست. این رژیم هیچی سرش نمیشه و جای حسرت آنه
که اونهایی که حامی رژیمان و اروپا هست، امریکای و دیگر دولهای هستن که حمایت میکنن، اونا هم حاضر نیستن در رابطه با فلسطین بشنوان، حاضر نیستن شکایت علیه اسرائیل بشنوان و هر نوع شکایت علیه اسرائیل وتو میکنن و اونا حاضر نیستن که رفتار عاقلانه و رفتار منطقی و تن به عدالت بدن، تن به گفتمان بدن، حاضر نیستن. و این یک چیز واقعا عجیبی است. دنیایی که ادعای حقوق انسان داره و دنیایی که ادعای توسعه و پیشرفت دارد، چگونه حاضر باشند که بدون خرد و بدون دلیل موجه از یک رژیم اشغالگر متجاوز که ملک دیگران اشغال کرده و خانه و کاشانه دیگران ویران میکنه و خودشون میکشه حمایت بکنن؟ همه حمایت بی منطقه که افراطگرایی را توی منطقه و تروریسم توی منطقه تقویت کرده است. بنده دلیل دارم، با مدرک حاضرم صحبت کنم و حاضرم مناظره هم بکنم، با مناظره تلویزیونی با کسانی که با بنده مناظره بکنن، که سرآغاز افراطگرایی و سرچشمه افراطگرایی از اشغال، ادامه اشغال، نه اشغال، ادامه اشغال و ادامه ظلم بر مردم فلسطین آغاز شد و شروع شد. ولی از وقت راه ما بسته بود، حرف شنیده نشد، به زندان رفتن کار نشد، مردن کار نشد، فریاد زدن کار نشد، عده دست به حمله های انتحاری زدن و عده به دست به تروریسم زدن، ترور زدن. این حرف بنده یک واقعیت هست، نه احساسات منطق و استدلال. و لحاظه بعد این تروریسم گسترش پیدا کرد و بالاخره خیلی جاها رفت و بالاخره ما با تروریسم و افراطگرایی هرگز موافق نیستیم و مخالفیم با تروریسم. اما میخواییم بگیم که چرا شما علت تروریسم نمیبینید؟ چرا شما مردم فلسطین را ندیدید؟ چرا فریاد فلسطینی را نشنیدید؟ چرا فریاد مسلمان را الان گوش نمی کنید؟ و به جنایات همه امروز ادامه داره هم در سرزمین فلسطین، هم در جای دیگه. و ما میگیم شما باید بشنوید، بدانید و با عدالت قضایه را ببینید و حل و فصل بکنید. و اگر عدالت در میان بود و در جریان بود، امروز ما شاهدی همه جنایات اسرائیل نبودیم. به هر حال ما آخر ماه مبارک رمضان است و امروز آخری جمعه و جمعه که ما بر رمضان دیگه ودا میکنیم و چند، به هر حال یک روز یا دو روز بیشتر از ماه رمضان نداریم. و رمضان همه رحمت فروردگار بود و نظر لطف فروردگار بود، تربیت ربانیه که الله با روزه و از یک طرف با تلاوت قرآن در این ماه و از طرف دیگر با ذکر و با صدقات و با خیرات و با نماز، با کثرت عمل صالح و با پرداخت زکات و با بند شدن و تعطیل کردن گناه، الله میخواهد ما را تربیت کنه، الله میخواهد ما را با خود نزدیک بکنه، الله نمیخواهد ما را اذیت کنه، الله نمیخواهد ما را رنج بده، الله نمیخواهد در مسائل غذا و آب و اینا پسندازی بکنه. خزانه غیب الله پره، ولی الله میخواهد من و شما را شستشو کنه، از درون و قلب ما را میخواهد بشوید و پاک بگردانه و به سرمایه تقوا نائلمون بگرداند. و الله میخواهد گناهای ظاهر و باطن، آلودگی های ظاهر و باطن من و تو را پاک بکنه. خدا رؤوف و رحیمه، خدا مهربانه. و عزیزان من، الله میخواهد من و تو توبه بکنیم و برگردیم از غفلت و برگردیم از گناه و بس گردیم از ظلم در حق انسان ها،
برگردیم از در حق ظلم از در حق خدا از ظلم برگردیم و در حق خدای من کوتاهی نکنیم. عزیزان توبه صادقانه و توبه از قلب باید انجام بگیره و ما تغییر جهت بدیم، تغییر مسیر بدیم و خودمون را ما باید اصلاح بکنیم تا در رمضان و پایان رمضان و بعد از رمضان با خدا زندگی بکنیم، با تقوا زندگی بکنیم، با بیداری زندگی بکنیم، با شریعت اسلام باشیم، مسیر مس شریعت اسلام باشه و مسیر سیره مبارکه حضرت رسول صلی الله علیه و سلم و سنت روشن و سنیه و مبارکه حضرت رسول صلی الله علیه و سلم. عزیزان عزم می خواهد، عزیزان جدیت می خواهد، توبه مردانه شیر مردانه و توبه شیر زنان می خواهد و توبه جدی می خواهد و من و شما باید مسیرمونا تغییر بدیم. امشب آخری ختم در ختم قرآن عظیم و شان در همین محل و انشالله صحبت اونجا خواهد شد. وقت نماز آمده است، برای حوزه داریم چون حوزه بدهکار است و بدهکار ایاش خیلی بالا زده و ما یه طرح بسیار آسانی که همه میتونه اجرا کنه اینا طرح 50,000 تومان، 50,000 بر روز عید شما برای نماز عید که میارید همه حد اقل 50,000. حالا این 50,000 مال پیش نمازان مسجده و مال طلابه و 50,000 مال کارگرانه. کارمندان هم میگن که دست ما کوتاه است ولی کارمندان وضعیتشون بهتره و به هر حال این 50,000 مال این است، بالاتر ارچه باشه بهتر، ولی حد اقل 50,000 مدرس هم با خود بیاره که اونجا کمک جمع‌آوری میشه روز عیده. انشاءالله 50,000 امرایتون باشه. اولی دومی مسئله اینه که امشب انشاءالله آخری ختم قرآن در همین محل و نکته دیگران که روز عید شب عید شب رویت هلال فردا است و فردا اگر ما دیده نشه روز دوشنبه عید میشه. اگر فردا شب ببینن روز یک شنبه و مقدار این بار رویت هلال کم ضعیف است و لحاظه به احتمال زیاد عید به دوشنبه بشه. ولی بعد قانون شریعت همینه که صومو لرؤیته و افطروا لرؤیته. اما نکته مهم اینه عزیزان من که امسال هوا گرمه و ما نمازا که بخوایم دیر برگزار بکنیم، دیر برگزار بکنیم و معطل بشیم ساعت 8 و الا اگر شما ساعت 7:30 بیایید ما نماز برگزار میکنیم، 8:30 کم بیایید نماز برگزار میکنیم. ولی اگر شما دیر آمدید دیگه 8 ما میخوام یک دقیقه هم اونور نشه نماز برگزار بشه، ولی لحظه زودتر تشریف بیارید. وقت هم زیادی از 6:30 ما برنامه را آغاز میکنیم و سر 8 برای شما منتظر میمانیم، ولی سر 8 ما به هیچ کسی منتظر نمیمانیم. کسی میخواد نماز بگیره کسی نگیره. و توصیه ما آن است به شما حضرات که اطلاع رسانی بکنید، چون شهر وسیعه اما مردم اینجا نیستن، اطلاع رسانی بشه که آقا نماز آخری لحظه که شروع بشه 8 اگر کسی ماند دیگه گلایه نکند و اطلاع رسانی بکنید هم مردم ها که مردم بدانم وقتا